خدمت شما تقدیم بدارم. دوستای عزیز، در هر دو روز بحث ها ما بحث های همه جانبه داشتیم، نظریات مختلف وجود داشت. ما فقط نظریات توحید شده کمیته 19 را خدمت شما یک یک قرائت میکنم. در بخش همکاری های سیاسی پیشنهادات ذیل صورت گرفته. یک، موافقت نامه‌ای که با دولت امریکا به امضا می رسد باید ضد منافع ملی، دینی و جهادی ما نباشد. دو، به اساس فیصله های قبلی ملل متحد که افغانستان را معترض قرار داده بود، بعد از امضای این موافقت نامه ملغا قرار داده شود. سه، بعد از امضای این موافقت نامه توافقات قبلی که حکومت افغانستان با امریکا و قوتهای خارجی که اجازه بمباردمان و تلاشی منازل را داده بود جریان دارد ملغا قرار داده شود. سه، این سند به حیث موافقت نامه باشد نه اعلامیه. پیشنهادات در بخش امنیتی و دفاعی، همکاری های صادقانه در قسمت تجهیزات، تعلیم و تربیه نیروهای ملی و امنیتی کشور با سلاح‌های مدرن و سیستم دفاع هوایی و زمینی به استاندارد ناتو. دو، موضوع مالکیت تأسیسات مورد استفاده امریکا با در نظر داشت قوانین و اساسات حقوقی و بین‌المللی تثبیت شود. سه، هر نوع استفاده امریکایی ها از پایگاه های افغانستان به اجازه و مدیریت وزارت دفاع ملی افغانستان صورت گیرد. چهار، در صورت تجاوز در قلمرو افغانستان دولت امریکا مکلفیت داشته باشد که در کنار قوت های دفاعی و ملی افغانستان از سرحدات صغور ما دفاع نماید. پیشنهادات در بخش اقتصادی، تقویت زیربناهای افغانستان در بخش های زراعت، صنعت، تجارت، تکنیک، طب، ترانسپورت، تعلیم و تربیه، راه‌های مواصلاتی زمینی و هوایی، ترانزیتی و بحری. دو، کمک در استفاده از منابع طبیعی مثل آبها و استخراج معادن و منابع سبز. سه، کمک در قسمت زمینه‌سازی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی در ایجاد مراکز کاریابی مثل صنایع و فابریکات بزرگ. چهار، همکاری اقتصادی و اجتماعی جهت انکشاف تعلیم و تربیه، زراعت و مالداری، کمک در تأسیس مراکز پروسس، حفظ محیط زیست. پنج، از آنجایی که قرارداد استراتژیکی با امریکا خلاف پالیسی های مداخله گرانه ایران و پاکستان می باشد، ایشان فشار بالای مهاجرین افغانی در کشورشان وارد کرده، امکان اخراج آنها را در فرصتهای نامساعد انجام خواهند داد. بنابراین طرف‌های قرارداد یعنی امریکا و افغانستان تدارکات عاجل و فوری فنی و مالی جهت اسکان مهاجرین ما را روی دست بگیرند. نظریات در ما صلح می‌خواهیم، مشروط بر این که تضییع شهادت پروفیسور برهان الدین ربانی رهبر جهاد و مقاومت مردم افغانستان و شهید صلح جدا پیگیری شود. یک، در جریان مذاکرات صلح قانون اساسی کشور، دستاوردهای 10 ساله مذاکرات صلح، 10 ساله مردم افغانستان و حقوق اساسی و اسلامی زنان جدا مد نظر قرار گرفته شود. دو، در ترکیب کمیسیون عالی صلح توجه جدی صورت گرفته و اشخاص خیر و صاحب رسوخ جای داده شوند و انتصابی نباشند. سه، صلح با آن عده مخالفین که در کنار اعتقادات و باورهای دینی و مذهبی به وطن خود افغانستان مد نظر گرفته شود، نه با آنانی که به مفهوم وطن ارزش قائل نیستند. جناب زکی صاحب وقت پوره است. دو ماده دیگه جناب مرشی صاحب مانده. بخوانش خیلی. ریاست عمومی امنیت ملی برای شناسایی افرادی که به عنوان منصوب به گروه طالبان با دولت مذاکره می نمایند نقش اساسی داشته باشد. در تأسیس مراکز دینی به داخل کشور توجه جدی صورت گیرد. تغییر در پارسی سرخ طور صورت گیرد که برای مخالفین در نظام دولتی کشور جایگاه مناسب نظر گرفته شود.
آن عده مخالفین مذاکره صورت گیرد که دارای آدرس مشخص، معلوم و شفاف باشند. به خاطر اعاده صلح امکانات لازم برای بازگشت مهاجرین فراهم گردد، زیرا آنها برای اشتغال و مشکل کاریابی در خدمت کشورهای همسایه قرار می گیرند. و من الله توفیق. جناب زکی صاحب بسیار تشکر از شما. از کمیته بیستم نماینده شان که تشریف بیارن و کوتاه صحبت بکنن. منشی کمیسیون کسی دیگه بوده؟ قادری جان اندازه از نام پرست میره بونه کنید. دگران مشر جناب حضرت صاحب او دی جرگی طول و گردون کون کتو سلامو نولانی کون. بسم الله الرحمن الرحیم. خپلواک اسلامی هیواد دی چی ده تاریخ په اوږدو کې د هیچا غلام نه دی پاتې شوی. زموږ مسلمان ملت ته اسلام د سپېڅلي دین له حریم، خپلواکي، ملي حاکمیت، ځمکني بشپړتیا او له هغو ټولو ملي نوامیسو ارزښتونو د خپلو وینو په بیه ننګه کړې او په راتلونکي کې به یې هم کوي. مونږ د دودیزې لویې جرګې د شلمې کمیټې ټول غړي د رایو په اتفاق سره دغه جرګه او استراتیژیک پلان تاییدوو. اول، موږ د افغانستان د اسلامي جمهوریت او امریکا ایالاتو ترمنځ په دې شرط د استراتیژیکو مرستو د تړون ملاتړ کوو چې زموږ دینی ارزښتونه، خپلواکي، ملي ګټې او د هېواد ځمکني بشپړتیا پکې خوندي وي. دوم، د استراتیژیکو همکاریو په دې تړون کې دي امریکا متحده ایالات حکومت باید د افغانستان له اسلامي جمهوریت سره د سولې په بریالیتوب او د جګړې په پای کې پای ته رسولو کې کلکه ژمنه وکړي. دریم، د جناب جمهور رئیس د وینا سره سم همدا اوس د ایساف نړیوال ځواکونه د شپې خپل سرې عملیات، بې ځایه بمباري، د ملکي خلکو وژنه او زموږ د هېواد د زندانه زموږ په هېواد کې زندانونو لرل او د زندانونو ساتل ودروي. څلورم، د امریکا متحده ایالات دي په تړون کې ژمنه وکړي چې د افغانستان د حکومت تر تسلط لاندې به په اقتصادي، سیاسي، ټولنیزو او کلتوري برخو کې د زیربنایي بنسټونو په جوړولو، رغونه او پرمختګ کې مرسته کوي. لوی لارې، د اورګاډي پټلۍ، کانونو استخراج، د اوبو د برېښنا بندونه جوړول، زراعت میکانیزه کول او د متخصصو کدرونو روزل زموږ لومړیتوبونه دي. د پورتنیو بنسټونو په رغونه، جوړونه او پرمختیا کې د هېواد د خلکو، مخصوصا ځوان نسل ته چې له بده مرغه د جګړې، تروریزم، مخدره موادو کار کېږي، د خپل کور او هېواد د آبادولو له لارې حلاله روزي لاسته راوړي. پنځم، د امریکا متحده ایالات د افغانستان پوځي امنیتي ځواکونه، ملي اردو، ملي پولیس، ملي امنیت په بېلابېلو برخو لکه ځمکني او هایی مدافعو په نوې پرمختللې ټکنالوژي سنبال، تجهیز او تسلیح کړي. د هېواد د ملي وسلوال پوځ دي په هر اړخیزه توګه د هېواد د مستقلانه دفاع تر کچې پورې ورسوي. شپږم، په افغانستان کې د جګړې او دښمنیو د پای ته رسېدو په خاطر دي د سولې، ملي مصالحې د پروګرام دوام، بشپړتیا ملاتړ کوو. وروستیو ناخوالو ته په پام کې چې د سولې ملي شهید ته اشاره شوې ده، په پام کې د سولې د خبرو تر څنګ دي د هېواد استخباراتي امنیتي ارګانونه د مخالفینو د ښه تشخیص په خاطر د ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره د سولې له عالي شورا سره مرسته او همغږي وکړي. اووم، له پاکستان سره دي خبرې په دې معنی چې پاکستان د نړیوالې ټولنې په مرسته مجبور کړای شي چې د سولې په راوستلو کې د افغانستان له حکومت سره صادقانه مرسته وکړي. اتم، د افغانستان حکومت دي د اداري فساد ته شرمونکي پدیدې په وړاندې په جدي توګه مبارزه وکړي او اسلامي عدالت دي په هېواد کې پلی کړي. نهم، د افغانستان حکومت جناب خانزاده صاحب ستاسو وخت پای ته رسېدلی دی.
یک ماده منده د افغانستان حکومت په هیواد کې د جګړې د پای ته رسیدو په خاطر د اسلامي نړۍ په مرسته د جید علماو پراخ اسلامي نړیوال کنفرانس جوړ کړی. لسم د پاکستان او ایران څخه د افغاني مهاجرو بیرته راستنېدو لپاره د نړیوالې ټولنې په مرسته لازم تدابیر برابر کړي چې د تروریزم په دغه جګړه کې د افغان دښمنه ډلو د ګټې اخیستنې مخه ونیول شي. ومن الله توفیق. ډېره مننه. آله از رئیس صاحب کمیته 21 که خوار ما صدیقه جان بلخی هستن و بجایشان نجیب الله رحیمی منشیشان می آید، از کمیته 22 جناب ایلاقی صاحب، از کمیته 23 جناب غلام سخی رحمانزای صاحب، از کمیته 24 جناب موین مرستیال صاحب و از کمیته 25 جناب وکیل صاحب گلپاچا مجیدی خواهش میکنیم که به جایگاه تشریف بیارن و رئیس صاحب کمیته 21 منشی صاحب کمیته 21 گزارش خدای را کنن. دلوی و متعال خدای پنامه. نجیب الله رحیمی هم در یوشتیم کمیته پر نمایندگی حاضر مجلس تا احترامات برنده کن. یوشتیم کمیته در امریکا سرا در استراتیجیک همکاری و در صلح در پروسی دوام پرابطه لاندې مشورتي نظریات تصویب کړي چې د وخت څخه په استفادې سره ستاسو حضور ته وړاندې کوم. وخت څخه قید وسه در بخش همکاری های سیاسی و فواید آن. الف با امضای این قرارداد همکاری تمامیت ارضی افغانستان حفظ شده و از تجزیه احتمالی کشور که بعضی از حلقات بالای آن کار می نمایند جلوگیری خواهد شد. ب و بین المللی او منطقوی سطح باندې د افغانستان د دولت د حیثیت او زیاتو لوړواله. جیم د نړیوالې ټولنې افغانستان ته پوره پاملرنه. دال د تروریزم په ضد د عملیاتو رهبری د افغانانو په واسطه. زال ایجاد توازن قدرت بین قوتهای منطقه. ریم از بین رفتن ساختارهای موازی در کنار دولت. د سیاسی ثبات خواله او ارتقا په سیمه ایزه کچه چې د سیمې د هیوادونو د نقلولو باعث ګرځي، او بله برخه د افغانستان د ارضي تمامیت ساتنه، سیاسي استقلال او ملي حاکمیت او د اقتصادي پرمختګ تضمین کیدل. د خطراتو بخش د دې قرارداد. الف با امضای قرارداد همسایه ها برای بی‌ثبات ساختن افغانستان تشویق خواهند شد و همچنان نبود آگاهی کامل مردم از ارزش های این قرارداد و توافقنامه. سوی استفاده همسایه ها از احساسات دینی و مذهبی ملت افغانستان. مبحث دوم در بخش همکاری های دفاعی و امنیتی ضرورت تداوم همکاری های این قرارداد. برای به دست آوردن امکانات تقویه، آموزش، تجهیز نیروهای افغان طبق ایجابات منطقه از لحاظ کمی و کیفی که ضامن حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی کشور و رشد اقتصاد مملکت می باشد. ب نقش این پیمان از بود داخلی باعث کامیابی های پروسه آشتی ملی، قطع جنگ و مخالفت ها، حفظ امنیت داخلی، قانونمندی نیروهای خارجی، جلوگیری از مداخلات دستگاه های استخباراتی منطقه که به طور مستقیم و غیر مستقیم دیده می شود خواهد بود. خواسته های مردم افغانستان در خصوص تقویت و ارتقای ظرفیت نیروهای دفاعی و امنیتی در سطح نیروهای زمینی، هوایی، مدافع هوایی با اکمال سلاح های مدرن و جدید و تمامی سهولت های عام از بخش ثقیله و خفیفه که بتواند توازن افغانستان را با همسایه ها در بخش تسلیحات و امکانات دفاعی متعادل بسازد از ضرورت و خواسته های مبرم مردم ما می باشد. عدم مداخله نیروهای آمریکایی مستقر در تأسیسات از امکانات خیش در امورات داخلی کشور در بخش های ملکی، نظامی، اجتماعی، فرهنگی، شعاری اسلامی که باعث بی‌ثباتی داخلی و ضعف ادارات دولتی می‌گردد، عدم استفاده از این تأسیسات علیه کشورهای همسایه، تطبیق قوانین افغانی در قرارگاه‌هایی که مستقرند و حفظ آزادی‌های فردی و حاکمیت ملی و سیاسی افغان‌ها. احترام به مقدسات و اماکن اسلامی، حرمت به تمامی شعائر و تصادیر شریعت، محترم شمردن تمامی عنانات و کلتور و فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد زندگی. مبحث سوم همکاری های اقتصادی و اجتماعی و توقعات مردم. اول د ملی او بنسټیزو پروژو تمویل او تطبیق او پلی کول. ځان بسیاینې ته د رسیدو په هیله د غټو پراختیایي پروژو پلی کول او کرنیزو پروژو میکانیزه کول. کورنی اوبو څخه د ښې ګټې اخیستنې لپاره د وړو غټو بندونو جوړول او کورنی انرژي پوره کول د کورنی منابعو څخه د داخلي تولیداتو لوړول او د هغوی څخه ملاتړ د خصوصي پانګونې تشویق خصوصا د زراعت او صنعت په اړوند د پانګوالو د سرمایه ساتنې لپاره تضمین شفافیت د مرسته شویو پانګو په مرسته مصرف کې
د کورنی معدنونو او ځمکني قانونو د وستلو او اسانتیاو برابرول د کوو مدرن وسایلو په مرسته او د داخلي بشري منابعو څخه د مسلکي او متخصصو برخو کې استفاده او ګټه اخیستنه او د ځمکني زیرمو لوټ او تاراج مخنیوی چې فعلا شاید بهرنیو خارجیانو په واسطه جریان لري. د کارمندنې د ډیرو اسانتیاو برابرول د زراعت او مالداری د پراختیا لپاره د ټولو مثبتو اړخونو څخه ګټه اخیستنه او همدارنګه ارتقای ظرفیت قدرهای افغانی در ارزهای مختلف جامعه، تقوی، تجهیز و تمویل نهادهای دموکراتیک در کشور و پشتیبانی از آن. جناب رحیمی صاحب وقت شما یک چند پیشنهادات محدود مانده می رو میکنم. یویشتیم کمیتی الان دی پیشنهادات دانوی انعنوی جرگی لادرس اخد افغانستان دولت او میشت بحرانی زواکون تورندی کبی. لومله د شپې لخوا د خاص و عملیاتو قطع کیدل د خارجیانو لخوا. دوهم د خارجي ځواکونو لخوا د افغانانو نیولو قطعي مخنیوی. دریم د افغانستان د دولت سره د موازي جوړښتونو له منځه وړل. څلورم د خارجي ځواکونو لخوا زموږ اسلامي کلتور، فرهنګ، اسلامي اماکنو ته حتمي او قطعي درناوی او د ملي ارزښتونو په پوره ډول پام کې ساتل. پنځم د خارجي ځواکونو لخوا په عمومي او فرعي لارو کې د اوسیدونکو او مسافرونو بېځایه توهین، اذیت او مشکلاتو د ایجاد قطع کول. د افغان امنیتي ځواکونو او بهرني ځواکونو ترمنځ واقعي اماهنګي. اووم د امریکا سره د استراتیجیکو همکاریو د امضا څخه مخکې افغانستان ته د صلح او ثبات راوړل د یو پیش شرط په ډول وړاندې کول. او اتم پر ګاونډیو هیوادونو باندې د نړیوالو او د امریکا عملي او صادقانه فشار تر څو روان ناورین ته د حل لاره پیدا شي. بخشش باشه معاون صاحب، صرف راجع به صلح یک محدود یک دقیقه میگیریم. راجع به پروسه صلح و ادامه این روان کمیته 21 راهکار و پیشنهادات زیر را به مجلس ارائه می‌دارد. اول پروسه صلح باید ادامه پیدا کند، ولی مکانیزم آن باید تغییر یابد. دوم تمامی بودجه این پروسه به دست افغانا به مصرف برسد. سوم در رابطه با پروسه صلح آگاهی عامه و تقویت بنیادهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی صورت بگیرد. چهارم سرعت بخشیدن به فعالیت ها و ایجاد کمیته های ولایتی و تقویت آنها با تفویض صلاحیت های اجرایی در صورت ضرورت در سطح ولسوالی ها. پنج تعمیل فیصله های جرگه ملی مشورتی صلح بالخصوص با ارتباط رهایی زندانیان که امرای خارجی ها می باشد و با اساس معلومات نادرست گرفتار شدند. ششم تشخیص آدرس دقیق و تعریف مخالفین مصالح دولت. هفتم پیگیری تعهدات کشورهایی که در اجلاس استانبول در رابطه با صلح در منطقه متحد شدند. هشتم مذاکرات مستقیم با دولت‌های پاکستان و ایران در رابطه با مخالفین مصالح دولت. نهم تقاضا و همکاری‌های صادقانه جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا در قبال فشار آوردن بالای دولت‌های پاکستان و ایران. دهم جهت رفع نگرانی‌های همسایگان تداوم کوشش‌های دیپلماتیک با منظور تقویت فضای اعتماد از جانب خیر باشه جناب ایلاقی صاحب رئیس کمیته 22 از توجه دارید. تشکر. ایلاقی صاحب بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم و بی نسعین. به اجازه جلالات ما پروفسور صاحب، حضرت صاحب صفات الله مجددی، اعضای محترم رئیسه، رئیس و اعضای کمیسیون آمادگی برای لوی جرگه استراری و لوی جرگه عنعنوی، به خاطر تنظیم بسیار خوب و معقولشان و به اجازه شما خواهران و برادران محترم، در مورد موافقتنامه استراتژیک با ایالات متحده آمریکا در کمیته 22 با تفاهم مطلق فیصله های صورت گرفت که در قسمت اول از او تذکر رفته که این باید عنوان موافقتنامه را داشته باشه. اگر قرارداد و پیمان نیست باید کمتر از موافقتنامه نباشه تا مکلفت های طرفین در او به صورت واضح مشخص شده باشه. دوم این موافقتنامه در شورای امنیت ملل متحد و اگر امکان نداشته باشه در خود ملل متحد ثبت شود و تضمین های بین المللی در قسمت ایفای تعهدات طرفین در او تذکر بره. چهارم ایالات متحده آمریکا باید سیاست واضح و روشنی در قبال مسائل نظامی و سیاسی افغانستان داشته باشه و از جانبداری از این یا آن ارگان دولتی یا شخصیت های دولتی صرف نظر شود. صرف فعالیت، صداقت و کارایی یک نفر و ارتباط مردم افغانستان مورد نظر باشد. و یک پیش شرطی هم دوستا تذکر دادن که اگر امریکا تلاش بکنه تا 2014 وقتی موافقتنامه بخیر مرحله تطبیقش آغاز بیافه در افغانستان مسائل صلح تامین شده باشه، مداخلات
و خانه جنگی ها و آدم کوچی ها جلوش گرفته شده باشه که با در فضای آرام ما بتانیم و رو باورد تطبیق قرار بدیم. در مسئله دفاعی و نظامی دوستا گفتن تسلیح، تجهیز و تربیت، تعلیم و تربیت قوای مسلح افغانستان بسیار ضرورت است. مخصوصا در کمیته ما تذکر دادند که در توجه دوستان آمریکایی خود به خاطر احیای قوت‌های هوایی افغانستان که بسیار ضرورت است تقاضا می‌کنیم و مخصوصا اگر امکان داشته باشد در قسمت خودکفایی قوت‌های نظامی ما از طریق ایجاد فابریکات اسلحه سازی و یا آکادمی نظامی توجه شود. در مسائل اقتصادی همیشه کارهای صورت گرفته اما بسنده نیست. پیشنهاد دوستایی است که باید مطابق برنامه‌های دولت افغانستان در قسمت اول در پروژه های سرمایه گذاری شود و همکاری امریکا تقاضا شود که مولد کار آ و در این مؤثرت اقتصادی داشته باشه که وضع زندگی مردم ما بهبود پیدا کنه. در قسمت سکتور خصوصی در انکشاف و تقویه از او همکاری دوستان امریکایی را ما تقاضا داریم و در این حال ما تقاضای این را داریم که دوستان امریکایی ما هم از طریق نفوذ خود و از طریق مراجع بین المللی در قسمت تطبیق موافقتنامه ترانزیتی افغانستان و پاکستان با ما همکاری بکنند و مخصوصا پروژه زیربنایی ما مورد توجه قرار بگیرد. در قسمت مسائل صلح دوستان ما به این نظر هستند که دایره صلح یک اساس اسلامی و ملی داره و ما این دایره صلح تایید میکنیم و از اجراءات دولت افغانستان با وجود اینکه تا هنوز منتج به نتایج مشروطی نشده حمایت میکنیم، اما تقاضا داریم که این مذاکرات باید بیشتر از طریق و امکانات صورت بگیره که موثریت قاطع داشته باشه، با کسانی مذاکره صورت بگیره که نه صلاحیت اجراءات داشته باشد. از این خاطر ما پیشنهاد میکنیم که در ترکیب شورای صلح تقدیر نظر جناب علاقی صاحب وقت پوره است شما یعنی مطالب چند ساله دیگه سلامت باشین به یکی چی بکن بسم الله الرحمن الرحیم منگو تاستو پته ده چه دلت یو چلوه کمیتی دی او تقریبا چه اتلس کمیتی لپاتی دی نو زمانگو خواهش داسته ده چه در رئیسان دو کمیتی دی راشی کم زنگر دو دوی پیشنهاد دی نور کمیتو که نی ذکر کرده نو آقا دی ذکر کی او که داسته چه اکثر بیا تکراری خبر رازی نو غختن زمانگو داسته ده فقط اخپل کمیتی تراشی دی آقا اطمینان ورکی چی ستاسو ټول پیشنهادونه په مشورتي پریکړه لیک کې ځای په ځای شوی دي نو دا به بسی. تشکر جناب عبدالله صاحب. رحمان زای صاحب شما مهربانی کنین، امیدوار هستم که فرمایشاتی را که جناب رئیس صاحب شورای ولایتی نورستان داشتن منشی صاحبی را در نظر داشته باشین. چرا ما شما یک پانامه یا قدنامه مشورتی داریم که تمام آنچه که ما شما حال میخوانیم به او گنجانده شده، توحید شده. اگر شما اطمینان بدین به جلسه و از این طریق به مردم افغانستان که نظریات ما در اوج است خوبتر بشه، مهربانی کنین. بسم الله الرحمن الرحیم. د مجلس د ټولو غړو په اجازه زه فقط ډیره مختصری خبرې کوم او ان شاء الله د 15 دقیقو نه به هم کم وخت ونیسي. زمونږ د یوشتمې د درویشتمې کمیټي د ستراتیژیک پریکړې په رابطه باندې فقط لن درې څلور مطلب دي. اول مونږ د امریکا د دائمي اډو سره په کلي شکل باندې مخالف یو او د موقتي اډو سره یې د شرایطو په بنیاد باندې موافق یو. دا شرایط پلان شکل دادی چې دا تړون باید د اعلامی په ډول وي، نه د معاهدي د اعلامی په بڼه نه وي بلکې د معاهدي بڼه ولري. دا تړون باید د افغانستان د ملي فرهنګي او اسلامي ګټو پر بنسټ ترسره شي. د اډو ځای ډول او فعالیت باید څرګند او هم د اډو څخه افغانستان ته کرایه ورکړي، د ځانګړو او خصوصي زندانونو تړل او هم د هغې سپارل افغان دولت ته، د مخالفینو له منځه وړل او ځپل په هغه ځایونو کې چې دوی ورڅخه راپورته شوي او اوس هم ورځینې تمویلیږي. د اړتیا په وخت کې د افغانستان او امریکایي ځواکونو ګډ او یو شان عملیات، دا زموږ هغه شرایط دي چې منګه په دغه شرایطو باندې اډې ته ضرورت لرو، غیر دغې نه نه. د افغان دولت سره د سیالو قوتونو نشتون او له منځه وړل، د لوړو زده کړو لپاره د هیواد په دننه او بهر کې د شرایطو برابرول، د بهرنیو مرستو ورکول د افغانستان دولت او تطبیق یې د افغانستان دولت لخوا، د هغه تړون له منځه وړل چې په ننګین تړون دی په 2003 کال کې ترسره شوی دی، د دوو وزارتونو لخوا نه چې د افغانستان د خلکو خپې او لاسونه یې تړلي دي او امریکایان ته په خپو کې ورچولي.
اقتصادي بنسټونه جوړول د قانون نظر ایستل او نور برخې دا تکرار شوي دي. زه کوشش کوم چې ترې صرف نظر وکم او پلان ډول دا مسالې راټولې کړم چې څومره وخت کم دی. دا ډول څخه باید د ګاونډیانو په ضد کار وانخیستل شي، خو که ګاونډیان په موږ تعرض کوي باید امریکایان زموږ په خوا کې ولاړ وي. داسې نه وي لکه کونړ چې وران شو او دوی بېغمه ګرځېدل. دا هغه خلکو ځاني او مالی بیمه کول کله چې د جنګ په وخت کې ټپي او وژل کیږي. د دې تړون لاسلیک کولو په صورت کې ګران هیواد د ګاونډیانو د ګواښونو نه ژغورل کیږي. د تړون سره به په ګران هیواد کې په داخلي چارو کې د پردیو لاسوهنه کمه او د اساسي قانون او نورو قوانینو تطبیق ته زمینه برابره شي. دا د دې تړون یو څه ګټې دي. د دې تړون په هکله بین المللي تضمین او څارنې ته ضرورت دی. د فرهنګي او طبیعي شتمنیو د قاچاق مخنیوی د دې تړون سره کیدای شي. په ګران هیواد کې د اتومي پاتوشونو او بقایاو نښه کول د هیواد د حکومت ملاتړ او د عدالت خوندي کول. د دغه تړون لاسلیک باید په افغانستان کې د تروریزم او د جنګ پای وي، او که دا مسله پکې نه وي نو بیا به د افغانستان د حکومت د خلکو د اشغال مفهوم ولري. د سولې په رابطه باندې فقط زه یو دوه درې پیشنهاد لرم. هغه دا ده چې د سولې دپاره په ډېر ادب سره څوک خفه نه شي. زه داسې عرض کوم چې داسې خلک ټاکل شوي دي چې هغوی د قصرونو په منځ کې ناست دي او د قصرونو په منځ کې سوله نه کیږي. هغه خلک باید د دې سولې په پروګرام کې داخل شي چې دوی کلو او بانډو ته لاړ شي، دوی وکولی شي چې اطرافونو ته سفر وکړي، دوی وکولی شي چې په هغه خلکو کې نفوذ ولري. دوی باید د دولت د چارواکي نه وي، دوی باید درې او څلور ځایونه وظیفې ونه لري. په دغه صورت کې سوله راتلی شي. او په سوله کې یو مهم رکن دا ده چې موږ مخالفینو ته ویل چې څه زموږ فرمایش دی تاسو ومنئ، او دا ممکنه نه ده. وخت پوره است، وخت شما پوره است. تاسو د توجه نه مننه. خدای پاک. او رئیس صاحب کمیته 24 جناب موین مرسیال صاحب، انشاءالله شما تایید میکنید زود میبرایم. بسم الله الرحمن الرحیم. د فضیلت معاب او مشر لارخود جناب حضرت صاحب او جرګې ټول غړو خویندو او ورونو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د څلېرویشتمې کمیټې د رئیس په توګه د دغه کمیټې د نظریاتو اختصار په لاندې ډول وړاندې کوم. لومړی، په داسې حال کې چې د افغانستان سیاسي استقلال، ملي حاکمیت، ارضی تمامیت او ملی هویت صدمه و نوینی، د یو اسلامی مستقل او خپلواک هیواد په توګه دغه موافقه لیک د امریکای متحده ایالاتو سره تایید و. دوم، از آنجایی که موقعیت جغرافیای افغانستان از اهمیت بسزای برخوردار بوده، برای کشورهای منطقه و همسایگان امضای این موافقت نامه حساسیت برانگیز خواهد بود. در این راستا در چوکات منافع ملی کشور ما تصامیم اتخاذ